افزایش فاصله پزشکیان با جلیلی بعد از شمارش 19 میلیون رای تا این لحظه رای قالیباف بالای 2 میلیون رفت. جایگاه پور محمدی تثبیت شد. سلام دوستان عزیز کانال خودتون، خوش آمدید. ماراتون 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعت 24 روز جمعه به پایان رسید، اما اعلام نتایج تا این لحظه حکایت از آن دارد که تکلیف رئیس جمهور آینده در 8 تیر مشخص نشده و باید منتظر انتخابات مرحله دوم در 15 تیر ماه باشه. اعلام قطره چکانی نتایج شمارش آرا از سوی ستاد انتخابات از ساعت حدود 33 دقیقه بامداد امروز 9 تیر ماه، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات اعلام آمار را آغاز کرد و اولین آمار رسمی ستاد انتخابات از نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری که مسعود پزشکیان در ساعت قرار داشت. بعد از آن سخنگو ستاد چند مرحله دیگر نیز آمارهای جدید از شمارش آرا را اعلام کرد که در مرحله چهارم و پنجم جای پزشکیان و جلیلی تغییر کرد و جلیلی به صدر آمد، اما با فاصله اندک صدر نشینی جلیلی اما ماندگار نبود و بعد از اعلام ششمین و هفتمین مرحله بار دیگر صدر جدول به پزشکیان رسید. در هشتمین مرحله از اعلام نتایج و بعد از شمارش 19 میلیون رای فاصله دو کاندیدا بیشتر شد و پزشکیان با 1,112,821 رای بیشتر در صدر باقی ماند. میزان مشارکت چقدر؟ تا این لحظه از انتخابات و بر اساس اخبار اعلام شده مشارکت در 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری بین 40-42%. این عدد بسیار پایین‌تر از 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 است که رئیسی با حدود 48% راهی پاستور شد. اما با هم ببینیم در چه صورتی انتخابات ریاست جمهوری 1403 به دور دوم کشیده. طبق اصل 117 قانون اساسی کسی میتواند در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شود که اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان را به دست آورده باشد. اکثریت مطلق یعنی چی؟ به طور کلی یعنی نصف کل آرا به اضافه یک رای، یعنی 50% آرا به اضافه یه دونه رای. در انتخابات ریاست جمهوری اکثریت مطلق چطور محاسبه میشه؟ مبنای محاسبه اکثریت مطلق کل آرای مأخوذ، که این یعنی آرای صحیح به اضافه آرای باطله مأخوذه. مبنای محاسبه اکثریت مطلق کل آرای مأخوذه است، که یعنی آرای صحیح به اضافه آرای باطله مأخوذه. آرای باطله به دو دسته تقسیم میشه، مأخوذه و غیر مأخوذه. تفاوت آرای باطله مأخوذه و غیر مأخوذه چیه؟ آرای باطله مأخوذه هنگام به دست آوردن حد نصاب اکثریت مطلق شمرده میشود، اما آرای باطله غیر مأخوذه محاسبه نمیشه. مصادیق مهم آرای باطله مأخوذه کدام است؟ آرای سفید، آرای ناخوانا طبق توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، آرایی که به نام بیش از یک نامزد روی آن نوشته شده باشد، آرایی که علامت گذاری شده باشد، مثلا رویش قلبی چیزی کشیده شده. حالا بریم یه مثال بزنیم برای این توضیحاتی که گفتیم. فرض کنید در انتخابات ریاست جمهوری 4 نامزد حضور دارند. نامزدی که در رتبه دوم قرار گرفته 6 میلیون رای به دست میاره. نامزدی که در رتبه سوم قرار گرفته 5 میلیون. نامزدی که در رتبه چهارم قرار گرفته 2 میلیون. تعداد آرای باطله مأخوذه 3 میلیونه. در این صورت نامزدی که رتبه اول رو در کسب آرا به دست میاره، اگر 16 میلیون به اضافه یک رای به سبد آراش ریخته شده باشه رئیس جمهور میشه، و الا باید در دور دوم انتخابات با نامزد دارای رتبه دوم در جلب آرا رقابت. به عبارت دیگر کسی در دور اول رئیس جمهور می شود که یک رای بیشتر از مجموع آرای نامزدهای دیگر و آرای باطله به دست آورده باشه. دور دوم هم معمولا یک هفته پس از انتخابات دور نخست که در این دوره میشه 15 تیر. حالا به نظر شما به دور دوم کشیده میشه یا نه؟ در کامنت ها برامون بنویسید. ممنونم از نگاهتون.